به نام خدا. سلام به همه مازی های عزیز، بچه هایی که آزمون های خیلی خوب و نکته دار ماز رو دارن میدم و حتما پی تحلیل و دریافت نکاتش هم هستن. امیدوار هستم که همونطور که بارها و بارها اساتید و بنده همیشه گفتیم، تحلیل درستی از آزمون داشته باشید، که در واقع تحلیل از خود آزمون بسیار مهمتره و فارغ از هر نتیجه و درصد و رتبه‌ای که دارین کسب میکنین، تجربه های خودتون رو افزایش بدین. بریم سراغ ویدیوی مربوط به چند سوال خیلی مهم از آزمون 12. سوالی که میبینید سوال شماره 148، یکی از سوالهای چند موردی خوب و جونداره این آزمون بود. میگه فردی که با اختلالات رشد ناشی از سوء تغذیه مواجه است، میتونه با مصرف فرآورده های گلوتندار وضعیت خودش رو بهبود بخش. ببینید اینجا طراح داره شما رو به سمت دام آموزشی هدایت میکنه. ما میدونیم که گلوتن پروتئینی است که توی کوریچه ها ذخیره میشه، اینو بلدیم و برای رشد نمو ما حتما مهمه. خب پروتئین ها همیشه برای رشد و نمو ما مهم هستن، اما از سوی دیگه ما میدونیم که گلوتن یک عارضه ای به وجود میاره به نام سلیاک که واسه از بین رفتن یاخته های رومخات روده باریک میشه. خب اینم یه خطریه، اما خب اینجا ما نمیدونیم فرد خب میتواند، گفته نگفته که هر فردی. یکی از ریشه دارترین سوال های کنکور زمانی است که با گزینه هر فردی مواجه بشین. اینو حتما بنویسید. وقتی هر فردی میاد یه لحظه وایسا، اینجا میتونه فرد بیمار باشه، فرد با اختلال باشه. اینجا که گفته فردی میتواند، نگفته هر فردی، پس میتونه یه فردی باشه که اصلا سلیاک نداره و این پروتئین براش مؤثر باشه. گزینه دوم میگه فردی که نوعی حساسیت غذایی باعث آسیب ریس پورس هایش شده است. خب این قطعا ما رو میبره به سمت بیماری سلیاک. حتما میدونید که بیماری سلیاک بیماری است که در اثر گلوتن پروتئین موجود در کوریچه به وجود میاد. در بیماری سلیاک سطح جذب مواد پایین میاد و فرد دچار سوء هاضمه و سوء جذب، مشکلات جذبی میشه. خب عدم مصرف نان، خب اینجا بله ما دیگه فردمون سلیاک داره و خب ما گلوتن هم تو بذر نان و اینا وجود داره، پس نباید اون فردمون مصرف کنه چون بدتر میشه. میگه فردی که در آن عوارض چاقی، یه رسمت فارسی ببینیم عوارض چاقی میتونه چیا باشه. مثلا مشکلات کبدی میتونه باشه، میتونه مشکلات عروقی باشه، مشکلات مغزی باشه، سکته و فلان، و اما سرطان یکی دیگه از عوارض چاگیست. خب بیاییم این ور، گروهی از شیرهای گیاهی. همونطور که میدونید در شیرهای گیاهی ما میتونیم آلکالوئید ها رو داشته باشیم. البته نکته خیلی مهم آلکالوئید ها اینه که آلکالوئید ها همواره در شیرابه نیستن. مثلا تو گیاه تنباکو میتونن تو برگ هم باشن. اگر به شما سوال بدن بگن که ترکیباتی که تجربه کن، ترکیباتی که در اندامهای رویشی گیاهان تولید میشند میتوانند، اینجا میتونه خصوصیات آلکالوئید رو بگه، اصلا میتونن باعث اعتیاد بشن، میتونن باعث افزایش ناقل‌های عصبی بشن، اون چیزایی که تو اعتیاد وجود داره رو میتونه بهش وصل کنه. پس اینجا آلکالوئید ها رو میگه. آلکالوئید ها میدونید که داروی ضد سرطانن. نکته کنکور، پادوکسنده نیستن، داروی ضد سرطانن. شما پادوکسنده هاتون فقط آنتوسیانین های کوریچه و رنگ هاییست که توی پلاست ها وجود دارن، که اینم درسته. پس عوارض چاقی میتونه سرطان باشه و منظور از شیرهای گیاهی میتونه آلکالوئید ها باشن. میگه فرایندهای مغزیش را به درستی انجام نمیده. یه دسته باشتا من الان میگم آهان این از واژه مغز استفاده کرده. من میدونم که ترکیباتی که به عنوان پادوکسنده من میشناسم، نه تنها برای پیشگیری از سرطان، پیشگیری از تکسیم بدون تنظیم هستند، در رشد و عملکرد درست مغز هم دخالت دارند. خب چغندر قرمز ما میدونیم که آنتوسیانین داره. آنتوسیانین ها جزء پادوکسنده ها هستند و در بهبود عملکرد مغز نقش دارند. پس گزینه دال هم صحیح. فقط یه نکته کنکوری اضافه کنم براتون که زمانی که از رنگ قرمز حرف زده میشه، رنگ قرمز
هم میتونه توی کوریچه ها باشه، هم میتونه توی پلاستا باشه. تو کتاب های قدیم مثلا توی گوجه فرنگی رنگ قرمز مال پلاسته، توی چغندر اینا رنگ قرمز مال آنتوسیانین کوریچه ها هست. این گزینه چهار میشد سال 148. بریم سراغ یکی دیگه از سوالای نکته دار و جوندار آزمون ماز. سوال در مورد یه بخشیه که توی سالهای اخیر طراحان از کنکور خیلی بهش توجه دارن. سوال در مورد بخش بیماری ها نورمالی هاست و بخشایی که مثلا هورمون ها زیاد میشن کم میشن. کلن توجه طراحان به اون سمت رفته و اغلب حتی سوالای چند موردی هم از اونها داره طراحی میشه. من جان شما باشم یه بار تمام بیماری ها و مشکلات و اختلالات غیر طبیعی که وجود داره در فصول مختلف سه کتاب وزارتی رو یه جا می نویسم و مرور میکنم. بیایم سریم. میگه فردی که دچار افزایش بیش از حد شده میتواند به نوعی کمکاری غده تیروید مبتلا گرده باشد. ببینید حرف راجع به تنظیمه. زمانی که شما هورمون تی3 و تی4تون کم بشه به هر دلیلی، در این صورت کی اینا رو زیاد میکرد؟ هورمون محرک تیروئیدی هیپوفیز پیشین خب قطعا باید زیاد بشه. خوب دقت بکن، وقتی هورمون محرک تیروئیدی زیاد میشه این اثر میتونه بکنه بر روی غده تیروئید و اگر میزان یود کم باشه باعث رشد اون بشه که بهش میگن گواتر. یعنی اینجاست که ما یه نکته کنکوری خیلی مهم یاد میگیریم. علاوه بر اینکه خب گزینه یک دیدین که درسته، چون کم کار که میشه ببین محرک تیروئیدی میتونه زیاد بشه، پس این درسته. اما یه نکته کنکوری خیلی مهم یاد میگیریم. هر زمان هورمون محرک تیروئیدی خیلی افزایش پیدا بکنه یا میتونه باعث گواتر بشه یا نه میتونه انقدر زیاد بشه یه پرکاری غیر طبیعی داشته باشه، بزنه تی3 تی4 بیشتری به خون بریزه، فرد خودش اصلا پرکاری تیروئید بگیره. ببین یعنی افرادی که پرکاری در حقیقت بخش هیپوفیز پیشین دارن، هورمون محرک تیروئیدی بیشتری دارن، میتونه باعث گواتر بشه، میتونه اصلا یهو تیروئیدی رو زیاد کنه و یا هم میتونه اصلا در زمینه کاهش و کمکاری تیروئید ترشح شده باشه. خیلی مهم این تنظیم. مورد دوم، وقتی فردی پوکی استخوان داره خب میگه میتونه نوعی به کمکاری غده پاراتیروئید باشه. خب پاراتیروئید یکی از کارهاش جذب کلسیم از روده افزایش میداد، اما حتما میدونی که پاراتیروئید در خود سلولای روده گیرنده نداره. اگر بگن موثره بله، بگن گیرنده داره خیر، گیرنده اونجا نداره، ویتامین دی رو میفرسته. دوازدهمی های عزیز میدونن که ویتامین ها جزء مهمترین کوانزیم های بدن هستن. پس اگه به شما سوالی بدن بیایم یه سوال با هم طراحی بکنیم، بیایم به جای کلمه هورمون از پیک دوربرد استفاده کنیم، به جای کلمه ویتامین دی از واژه کوانزیم استفاده کنیم و بگیم گروهی از پیک های دوربرد می توانند کوانزیم ها را فعال کنند. جواب درسته، منظور هورمون پاراتیروئیدی رو داره اشاره میکنه که میاد ویتامین دی رو فعال میکنه، پس این درست میشه. شماره 3، خب این داره کاملا اشاره میکنه به چی؟ به بخش مرکزی. خب منظور از مونوساکارید چیه؟ منظور از مونوساکارید گلوکوزه. خب اپینفرین گلوکوز خون رو زیاد میکنه چون گلیکوژن رو تجزیه میکنه. هوای مرده، ما میدونیم که اپینفرین و نورپینفرین، من یک شو مینویسم، اینا اثر میکنن روی ناژک هایی که غضروف ندارن، چه ناژکی که در بخش مبادله ایست ناژک مبادله ای و چه ناژک هایی که دو بخش هادی هن. هر دو باعث میشه که کدوم قسمتش بر ماهیچه های صافش اثر میکنه، گشادش میکنه، پس هوای مرده زیاد میشه. خب اینم اینجا داره اشاره میکنه پرکاری این رو. بیایم 4، کاهش حجم ادرار تولیدی افزایش فشار خون پرکاری بخش پستین. اینجا یه چیز وجود داره، بخش پستین اصلا تولید نداره. بخش پستین ساختار، ببینید زمانی که توی سوالات برای شما از ساختار عصبی صحبت میکنن دو جوره، یه ساختار عصبی با تولید داریم، یه ساختار عصبی بدون تولید داریم. ساختار عصبی که تولیدم میکنه مثل بخش مرکزیه،
فوق کلی است. ساختار عصبی که اصلا تولید انجام نمیده میتونه بخش هیپوفیز هستیم باشه که اصلا تولید نداره. پس اینجا نادرسته ما میشه گزینه 4. خب بچه ها بریم به سراغ سوال 152، یکی از سوال چند موردی و چند تا جای خالی مقایسه ای. یعنی اینجا یه سوال سختی طراحی شده، هم چند موردی ره، هم چند تا جای خالی داره و همین که اصلا داره مقایسه میکنه. مقایسه خیلی سختن، وقتی میگه همانند میگه برخلاف، میگه مشترک هست مشترک نیست، خیلی سخت میشن. اینجاست که اون قسمت تمرکز تو فاکتورهای موفقیتتون به درتون میخوره. یعنی توی زیست فقط سواد نیست و شما باید حتما اون تمرکز لازم رو داشته باشین، درست بخونی روی سوال و گزینه ها رو و عجله نکنی، حواستو پرت نکنی سر جلسه. مدیریت سر جلسه اینجا خیلی مهمه. خب ببینیم چی میگه. میگه فرایندی که باعث تخلیه ادرار میشه، کلن ساز و کار تخلیه ادرار رو میگه که خودش یه نوع انعکاسه. خب بیایم اینجا تخلیه کیموز، خب اونم یه جور ساز و کاره. خب هر دو وابسته به افزایش حجم، درسته. یکی مثانه است، یکی معده. میدونین که مثانه حجمش زیاد میشه اگر از حد مشخصی فراتر رود، پیام میفرسته به نخاع آماده معده هم که همچنین وقتی حجم مقداری زیاد میشه انبساط پیدا میکنه، حرکات کرمی شروع میشه که واسه تخلیه میشه. بس الف درسته و نکته مشترکه. میگه در مورد دوم بازم مشترکش با بزرگ تحت تاثیر اعصاب خودمختاره دیگه، درسته. برای اینکه دیواری مثانه ما چی صافه، بزرگ هم که تحت تاثیر اعصاب خودمختار هسته. پس اینم باز هم جزء فرایندهای مشترکش محسوب میشن. اما مورد جیم میگه به تفاوت اشاره میکنه، کاهش انقباض در نوعی ماشه حلقوی. هر زمان توی سوالی نوعی ماشه حلقوی میگه، شما رو میبره به سمت دنیای بنداره ها، داره میبره به سمت بنداره. خب یه سوال، شما توی عمل تخلیه ادرار، خب بنداره هاتون شل میشن، یعنی چی؟ یعنی کاهش انقباض پیدا میکنن برای اینکه ادرار تخلیه بشه. از سوی دیگر توی عمل بل هم شما بالاخره کاردیاک انتهای مریه شل خواهد شد. یعنی شما در هر دوی فرایندها نباید میگفت متفاوت، باید میگفت مشابه. شما کاهش انقباض دارین و اینو باید حتما مشابه ذکر میکرد. یه مورد که نکته مهمی در مورد تخلیه ادرار رو بله، خب هر دو نوعی انعکاسن، اینو که بلدیم. تخلیه ادرار جالبه، اولش غیر ارادیه، همون قسمت انقباض دیواره مثانه، آخرش دیگه ارادیه که قشر مخ دستوری میده به سمت بنداره خارجی میزراه برای خروج نهایی. اما بله خب یه چیزی داره، اولش ارادیه، شما غذا رو به ارادی خودت گورت میدی، بعد از اون قسمتی که غذا برخورد میکنه به حلق میشه غیر ارادی. ببین یه چیز برعکسیه که خیلی میتونن سوال بدن، مانور بدن روش. مورد دال بازم میگه متفاوت تحت تاثیر مخمس نخواست. خب هر دو اینجوری هم دیگه، هر دو اینجوری، هر دو هم ماچه صاف دارم اسکلتی. خب البته در اگر مرکزیت اصلی تخلیه ادرار کجاست؟ نخا. مغز کمکش میکنه، مغز کمکش میکنه، اما بازم مغز و نخا میگم پس متفاوت نیست و مشابه باید باشه. بار دیگه تاکید میکنم مرکزیت اصلی سازوکار تخلیه ادرار نخا میباشد. تعداد دو مورد میشه. بریم سوال بعدی. خب بریم به سراغ سال 154، یه سال خیلی خوب است، واسه 5 سال دهم هست، کلی است، سوال خیلی خوب، اشاره به یه سری نکات مهم داره به خصوص در مورد روش‌های تشکیل ادرار. خب میگه در نفروهای یک مرد سالم در محلی که ترکیبات سمی وارد مایع تراوش شده میشه، خب میگه امکان مشاهده انتشار. خب ترکیبات سمی چجوری وارد میشن؟ خب میتونن با تراوش وارد شن، میتونن با ترشح وارد شن. تراوش، ترشح، دوتا تیادت باشه، مایعات سمیه. میگه اونجا امکان مشاهده انتشار مواد دفعی به فضای درون نفرون وجود نداره. ببینید مواد دفعی، خوب دقت کن، برای ورود به نفرون، خب میخوایم مواد دفعی رو ورود به نفرون ببینیم، یا از تراوش استفاده میکنن که این انتشار نیست، فشار خونه، اینو هیچ وقت انتشار نگیر، یا از انتشار استفاده میکنن یا از انتقال فعال. اگر تراوش باشه کپسول بومنه،
اگر اینا باشن بخشای لوله شکل گوردیزه یا نفرون یا حتی میتونه لوله جمع کننده باشه. این نکته خیلی مهمه، اول اینو داشته باش. خب شما زمانی که الان ترکیبات سمیتون وارد میشه، یعنی میتونه ترشح بشه، خب آیا ترشح به شیوه در حقیقت انتشار ندارین؟ چرا نداریم؟ ترشح هم میتونه فعال باشه هم غیر فعال. مگه نخوندی بازجذب میتونه فعال باشه میتونه غیر فعال باشه؟ خب اگر ترشح غیر فعال باشه همون انتشاره، پس این وجود نداره، دش غلطه. محصول ترکیب CO2 آمونیاک، چیزی که همیشه زوم میکنن اوره است، اوره از ترکیب آمونیاک با CO2 همونطور که کبد سمیت و آمونیاک رو خیلی کم میکنه. سوال کنکور 1400. خب پس گزینه 2 داره اوره رو میگه. خب میگه ورود گلوکوز به نفرون وجود داره، درسته دیگه، این میتونه تراوش باشه، گلوکوز هم وارد نفرون میشه. همونطور که میدونید در تمام افراد، چه بیمار چه دیابتی چه سالم، تو همشون گلوکوز وارد نفرون میشه، اما گلوکوز وارد مایع تراوش شده میشه دیگه، باید همه گلوکوز بازجذب بشه. اگر گلوکوز بمونه اون وقت فرد بیماره. یعنی ورود گلوکوز به نفرون ما همیشه داریم برای اینکه تراوشه. ببین این فرایند قطعاً فرایند تراوشه، دوگوشون فرایند دیگه ندارین. و بعد از تراوش در لوله پیچ خوردی نزدیک سلولهای ریسپورز داره همش برمیگرده. از شما بزنی دوه. سه، آمین اسیدها به شبکه مورگی برمیگردن. چی رو داره اشاره میکنه؟ بازجذب. خب شما مگر برای بازجذب آب ATP صرف میکنی؟ هیچ وقت. آب همیشه با اسموزه، اسموز هیچگاه به انرژی نیاز نداره. پس خیلی مهم باید میگه ندارت میشد. آب بازم میگم، آب توی فرایند تشکیل ادرار یه تراوش داره یه بازجذب، هیچ کدومم به انرژی نیاز ندارن، اینو یادداشت کن. گزینه 4، یونهای هیدروژن محیط داخلی از قشای ریسپورزدار عبور میکنن. داره چی رو اشاره میکنه؟ باز هم اینجا میتونه فرایند ترشح اشاره کنه. زمانی که pH خون پایین باشه، مستاز pH توی محیط داخلی بدن هم خورده باشه، این اتفاق میفته. حالا چرا وجود نداشته باشه؟ شما وقتی pHتون پایینه، از یک طرف بازجذب بیکربناتتون باید بره بالا. خب با یه رنگ دیگه نشون میدم، نگاه کن. همونطور که میدونی بیکربنات برای عبور و مرور باید از پروتئین غشایی عبور کنه، برای اینکه محلول نیست. میدونم همین اشاره کرده. افزایش فعالیت پروتئین ناقل یعنی چی؟ یعنی بازجذبش، یعنی بازجذبش زیاد بشه، که نکته خیلی مهمی بود برای بیکربنات. کلمه پروتئین رو گرفتن خیلی مهمه. جواب میشه گزینه 2. بریم سراغ سوال بعدی. خب بریم سراغ یه سوالی بسیار خوب، یه جورای شبیه سازی شده از کنکورهای نظام جدیدی که در 2 سال اخیر برگزار شده. سوال مربوط هست به فصل 3 از سال 11، یه مقدارم ترکیب چاشنی ترکیب توش هست. واحدهای تکراری یک تارچه، حتما میدونید که بس سارکومر رو داره مطرح میکنه. ما در سارکومر رشتهای پروتئینون، یکیش اکتین هست و یکیش هم میوزینه. سوال راجع به اکتین و میوزینه. ببینید من اول یه توضیح بدم. واژه هایی داریم ما، مثلا زمانی که بهتون میگن اجزای کروی شکل یعنی اکتین، زمانی که بهتون میگن عمل کرد آنزیمی میشه میوزیم و سرش، حالا ممکنه واژه کاتالیزور زیستی به کار ببره، خب یا از هم میتونه یه توصیف دیگه از آنزیم بکنه، برخورد مناسب مولکولار افزایش میده، انرژی فازسازی رو کم میکنه. خب اینم داشته باش. خب هر دو اینا از رشته‌های پلی‌پپتیدی تشکیل شدن. حتما میتونید که وقتی میگه که سر و دم فقط میشه میوزین، دیگه اکتین که نداره. خب زمانی که میگه بخش تیره هم اکتین میشه هم میوزین میشه، زمانی که بگه بخش روشن فرق داره، یه بخش روشن داریم فقط اکتینه، یه بخش روشن داریم میوزینه. دانش آموزای خوب دقت کنید، این میوزین دومش نه سرش در بخش روشنه. خب که حتما میدونید که اصولا تست طراحی نمی کنن، چون واژه‌اش تو کتاب شما نیست، جایی که اکتینه بهش میگن نوار روشن، این قسمت رو بهش میگن صفحه روشن، که تو کتابای قبلی صفحه هنسن بود. حالا دو زنجیره پیچ خورده به دور هم دارد. خب اصلا یه سری تستای زیست داریم، همیشه هم تو همه کنکورها تکرار و تناوب دارن. قسمت دوم بعد از خط تیره رو اول بخون،
اصلا سه تا هست، سومی رو بخون، یه چیز غلطی می نویسه. چون طول اینا هیچ وقت کاهش پیدا نمی کنه، هم پوشانی ها کم و زیاد میشن. باور کن نتیجه میرسی. یعنی اگر شما آخرین جای خالی رو بخونی، یه چیز غلطی، یه چیز دام آموزشی اونجا گذاشته. خب اجزای کروی شکل تشکیل شده است، دقت کن، میگه در هنگام استراحت بیشتر نواحی روشن کن. اجزای کروی شکل اکتینه، بیشتر روشن اینه، درست اینم روشنه، بیشترش اینه، پس این درسته. حالا علت ظاهر مخطط هم اکتین هم میوزینه. دقت کن، کتاب گفته سارکومرها پروتین ها جوری قرار گرفتن که ظاهر مخطط میدن. یه چیزم بگم، وقتی خط دار میگه هم قلبی میشه هم اسکلتی، هم اکتین میوزین بگه هم صاف میشه، هم قلبی میشه هم اسکلتی میشه. حالا درسته، چون اکتین میوزین به هم بستن، میدونی که سر میوزین یه پل اتصالی با اکتین تشکیل میده. اما مورد دال میگه که دریافتای غیر ماهیچه‌ای، این منظورش تقسیم سیتوپلاسم داره، سیتوکینز رو میگه، در اصل غیر ماهیچه هم دیده میشه. به این عزیزان، ما اکتین میوزین رو فقط در ماهیچه ها نداریم، برای تقسیم سیتوپلاسم سلولای جانوری کمربندی از اون رشته‌های پروتئینی اکتین میوزین تشکیل میشد. میگه هنگام استراحت سرهای جدا از رشته‌های پروتئینی دیگر دارد. خب آیا من یه سوالی دارم، اینجا گفته که هر نوع، آیا هم اکتین هم میوزین سر داره؟ من اینجا چی نوشتم براتون؟ نوشتم سر فقط مال میوزینه. پس جواب میشه گزینه دو. سوال خیلی خوب و مفهومی بود در مورد تار ماهیچه و پروتئین های اکتین و میوزین. بریم سراغ سوال بعدی. خب بچه‌ها، بریم سراغ سوال 159. سوال شکلی است از فصل مربوط به بافت ها، از اون بخش بافت شناسی زیست دهم. این تا اینجا درست، بارها گفته شده میخوای شکلا تستاشو بزنی، شکلایی که اخیراً تعداد و بودجه بندیشون داره میره بالا. یه دستتو بذار روی فلشا، برای خودت بگو، فردا نگو فلان چیز خوب نیافتاده توی کپی، کسی مسئولیتشو براتون نمیگیره. ببینید اینجا چیزایی که وجود داره، شماره یک ماده زمینه، یه شماره دو خوب زخیم‌تره، ببینید کلاژن، شماره سه نازک‌تره، میشه رشته‌های کشسا، و شماره چهار سلول بافت پیوندی زایده‌های سیتوپلازمی. شده دقت کن، سلول بافت پیوندی زایده‌های سیتوپلازمی، سلول استخوانی داره. خب بافت پیوندی موجود در لایه میانی قلب یک بافت پیوندی متراکم هست که باعث استحکام میشه، علاوه بر این که باعث استحکام خود قلب و میوکارد میشه، باعث استحکام هر چهار دریچه قلب هم میشه. مال میوکارد رو میگم، نه زیر اندوکارد، اینو میگم. خب اینا حتما میدونید که ماده زمینهشون کمه، کلاژنشون زیاده. این گفته که بخش چهار یعنی یاخته ها بیشتر از بخش یک، درست کنم، کلا بخش ماده زمینی خیلی کمه، فضای بین یاخته ایشون هم کمه. پس الف صحیحه. مستحکم ترین، خیلی سوال خوبیه، شما لایه های محافظ مغز دارید، مننج دارید، استخوان دارید و بعد مایه مغز نخایی، اما مستحکم ترینش استخوان جمجمه است، بهش میگن سخت ترین بافت پیوندی. خب اینجا میگه میزان بخش دو از میزان بخش سه بیشتره. خب شما تو استخوان کلاژنتون خیلی بیشتر از کشسانه، برای اینکه استحکام بیشتری داشته باشه و ماده زمینه ایتون هم جامده. میگه بخش چهار در لایه میانی سخرگ آورت مقدار، حتما اول یه نکته بگم، میدونین که کلن اون اجزای بافت پیوندی رو خود سلولای بافت پیوندی میسازن، ماده زمینی کلاژن اینا رو. حالا لایه میانی سخرگ، کلن اینجوری بنویسم، لایه میانی سخرگ و سیاهرگ، هر دو، دقت کن، لایه میانی سخرگ و سیاهرگ هر دو الیاف کشسان زیاد داره. واژه زیادم کتاب دقیقا تو سطر به سطر کتاب برای همشون گفته. خب کشسان زیاد داره. خب سه چی بود؟ سه کشسانه، پس هم درسته. کوزنیک 4 میگه بخش یک در بافت پیوندی لایه ماهیچه، کدوم بافت رو میگه؟ بافت پیوندی سست، همه لایه های گوارشی داشتن هر چهار تا، پس این بافت پیوندی سست رو داره میگه. حالا این میگه مولکول های مشابه قشای پایه داره. خب گلیکوپروتئین داره، یه چیزی که وجود داره میدونین که وقتی از
ماده زمینه حرف میزنن، ماده زمینه ای رو نمیتونی کلاژن بگیری، جداست. اما ماده زمینه ای برای خودش پروتئین جدا داره، غیر کلاژنه. و گلیکوپروتئین هم تو آتیگندی سس داریم، پس مشابهش هستش. شکل بسیار خوب و نکات خیلی خوبی از شکل معرف بافت پیوندی داشت. خب بریم سراغ سال 161. سوال خیلی خوب، خیلی سوال ترکیبی باحالیه. اومده از چشم گفته، از کلیه گفته، بعد اومده از بخش تولدمس و بکرزایی حرف زده، رفته گردش مواد. چقدر این گردش کرده کل کتاب هاتون. بعد ببین چی گفته. اول روی سوال کلن راجب فرومونه، افراد دیگری از همان گونه. ما یه سوالی داریم که همیشه راجب فرومون ها میگن، حتما باید همان گونه باشی، نه باید یادداشت کن. هشدار خطر مال زنبور عسل، جفت یابی مال مار هست، تعین قلم رو مال گربه پستان داره. خب پس این مال زنبور عسل، سوال کلا راجب زنبور عسل. وقتی میگه کلیه ای با توانمندی زیاد، ببین اولا همه کلیه ها بازجذب آب دارند. خب این دارند بزنم، یعنی همه شون دارن. اما وقتی میگه بازجذب آب زیاد، میشه خزنده و پرندگان، درسته یا نه؟ زمانی که بگه مثانه بازجذب آب دارد، اونایی که زیستشون خوبه چی میشه بگو ببینم؟ مثانه بازجذب آب داره میشه دوزیستان بالغ. بالغ رو دقت کن، تو شرایط خشکی مثانه بزرگ میشه و آب بازجذب میشه با مویرگای اطرافش. اینم از این، این دوتا رو در نظر داشته باش که خیلی نکات مهمی هن. حالا وقتی که از راستروده و هموستاز محیط داخلی حرف میزنه، یا میتونه ماهی های گزروفی باشن مثل کوسه ماهی، سفره ماهی که اینا میدونید قدرت راسترودهی دارن و اینا سیل رو میریزن به راستروده دفشه، یا میتونه مربوط به حشرات باشن. میدونی چرا حشرات باشن؟ حشرات لولای مالپیکی دارن. اون جمله معروف کتاب یادته، سامانه دفعی متصل به روده دارن. وقتی که اسیدوریک و همراه با یونها و آب میریزن به درون روده، از راست روده دوباره آب و یون جذب میشه. پس راست روده نقش داره. پس نقش راست روده میشه توی هموستاز یون و آب، میشه هم ماهی گزروفی هم حشرات. اما اگر میگفت که روده در دفع ماده نیتروژن دار، فقط میشه حشرات. یعنی اگر واژه هموستاز بگه هیچی، اونجا ماهی هم بگو، اما وقتی بگه دفع نیتروژن دار، فقط میشه لولای مالپیکی و حشرات. خب پس این قسمت انگار میگه زنبور عسل برخلاف خزنده و پرندگان بخش غیر مرئی. خب یه سوال، مگر خزندگان بعضی از مار هم فروسرخ نمیدن؟ فروسرخ هم غیر مریض، فرابنفش هم غیر مریض. پس این قسمتش میشه فرابنفش، این قسمت هم میتونه فروسرخ بشه، برخلافش غلط میشه. این که درست بود الان بهتون توضیح دادم. مورد سه، اما ژنوتیپ را صحبت کنم. بله زنبور عسل بکرزایی داره، بله مار هم بکرزایی داره، اما این بکرزایی کجا و بکرزایی کجا؟ زنبور با بکرزایی هاپلوئید تولید میکنه. میدونید برای هاپلوئید خالص ناخالص مفهوم نداره، خالص ناخالص باید دو تا دگره داشته باشه. حالا اینجا اگر بیاین تو این قسمت، ما مار بعد خالص تولید میکنه، پس همانند غلطه. درسته، بازم میگم هر دو بکرزایی دارن، هر دو تولدمس تک والدی دارن، هر دو بدون لگاه فرد دیگر به وجود میارن. اما یکیش خالص به وجود میاره، یکیش فرد هاپلوئید. مورد دال، خب برخلاف جانور با کمک جسم یاخته‌ای، خب این جانور دیواری بین بطنی کامل میتونه مثلا خزنده‌ای باشه، تناب عصبی پشتی داشته باشه، اونم تو تناب عصبی فعالیت ماهیچه ها رو کنترل کنه. پس برخلاف غلطه و جواب میشه گزینه دو. خب بچه ها بریم به سراغ یه سوال دیگر چند موردی و سخت، سوال 63 از فصل 3 زیست 11 هم. بدون شک تار تند، تار کند همیشه تو نظر طراحان بوده. من جاتون باشم یه بار یه جدول میکشم، تار تند کند، یه بار همه این خصوصیاتشو میخونم، توی پاسخنامه تشریحیتونم بوده. ببینید، اول اینکه ما تمام ماهیچه‌های اسکلتمون تند و کند ندارن، دوم اینکه تند و کند مال عضلات اسکلتیه.
سوم اینکه هر دوتا میتونن با نورون حرکتی اعصاب پیکانی آکسون بدن، سیناپس بدن، با آکسونشون سیناپس بدن. حالا برگرد اینجا، توانایی بیشتر برای تجزیه کامل. واژه رو نگاه بکن، تجزیه کامل یعنی حوازی، یعنی تار کند. کند ها میوگلوبین زیاد دارن، اکسیژن زیاد دارن. خب کند ها به واسطه کند بودنشون از اسید چرب بیشتری استفاده میکنن، برای اینکه خب خیلی زمان نیاز دارن، اسید چرب هم برای زمانهای طولانی نیازه. اینو داشته باش. پس یک درسته، دوی ماراتون بلافاصله میشه تار کند، دوی صد متر تند، وزن برداری تند، شنا کند، پیاده روی کند. حالا بیا اینجا، پس در گذشته اینجا میشه تار چی کند، میگه قادر به ذخیره مقدار بیشتری اکسیژن، چون میوگلوبین بیشتری داره. میوگلوبین پروتئین تک رشته ای ذخیره است، انتقالی نیست. حالا میگه در پی انقباضات، سوال خیلی خوبیه، من اصلا گزینه چیمش از همشون سخت‌تره. در پی انقباضات مستمر مقدار زیادی رنگدانی قرمز تولید میکنه. شما میدونی که انقباضات مستمر گفتن یعنی ورزش. میتونه از این یه جای دیگه هم اشاره کنه. شما اگر فصل 14 خوب خونده باشه، که این روزا روز پای است و باید خوب بخونی، میدونی که حتی ورزش یه چیز دیگه هم بیشتر میکرد. جریان خون سیاهرگی، دو تبدیل تار تند به کند، سه نشت پلاسما بیشتر میشه، عملکرد دستگاه لنفی بیشتر میشه. فصل 14 بخون. پس ورزش باعث میشه که تارهای تند تبدیل میشن به تارهای کند. تا اینجا درسته؟ خب رنگدانی دو... پس تار چی رو میگه؟ این تار تند رو میگه. خب تار تند میتوکندریش کمه، پس مقدار کمتری ماده وراثتی داره. درسته، هر چقدر میتوکندری کمتر، مقدار ماده وراثتی کمتر میشه. خب ببینید، دو تا چیز مهم که توی تارهای تند باید دقت کنی. یکی عمل کرده سر میوزینش بیشتره، یعنی سرعت عملش بیشتره. دوم این که وسعت شبکه اندوپلاسمی، همون سارکوپلاسمیش بیشتره. خب پس بیشترین تعداد پل اتصالی را در ثانیه تشکیل میده، یعنی تار تون. خب تون ترکیبات اسیدی، یعنی اسید لاکتیک، یعنی تحفظ بیابازی هم درسته. میشه مورد 4. یه نکته هم براتون راجع به اسید لاکتیک بگم، باز هم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به واژه‌ای که گفته بود اسید لاکتیک اضافی. چرا از واژه اضافی استفاده کرده فصل 3 زیست 11؟ برای که یه مقدار اسید لاکتیک تو بدن مصرف میشه و مقادیر اضافهش هست که باید دور بشه و تجزیه بشه. مقادیر اضافهش هست که باید دور بشه و تجزیه بشه. انسان هم تولید اسید لاکتیک داره، هم آنزیم تجزیه کننده اون. بریم سوال بعدی. من حاضر. خب بریم به سوال 166 از فصل 13. باز هم سوال چند موردی مقایسه ایست، اصولا خارج از فصل نرفته تر را بیاییم بدیم مقایسه بدیم اخشای هادی و عمل کردی را داره نشون میده. همین روی سوال یه نکته اشاره میکنم، بارها گفتم از سوالات غیر از این که داری درستتو به درست میاری، ارزیابی، خود ارزیابی داری انجام میدی، سعی کن حتی از روی سوال نکته در بیار. سعی کن از تست برگرد متن کتاب. مثلا یه زمانی یادت رفته که اصلا مثلا حبابک فلان شکلش چطور بود، کتاب تو باز کن تبرک کن. اینجا گفته از نظر عمل کرد، پس دستگاه تنفس از نظر عمل کرد دو بخش، نه از نظر ساختار. و حتی روی سوال هم دقت کنی. هوای مرطوب شبکه ای از رگ‌ها و دیواره نازک. ببینید شبکه ای از رگ‌ها با دیواره نازک، این میتونه هم بحث مربوط به بینی باشه که واسه گرم کردنش بود، هم میتونه توی حبابک باشه که دلیلش تبادل گازه، برای اینکه مسافت انتشار کم باشه. مهم، دو جا وجود داره، پس هر دو میتونن اینو داشته باشن. یاخته های مژکدار و بدون مژک داریم دیگه، ما توی بخش هادی هم ناژک و ناژه داریم، تو بخش مبادله هم ناژک داریم، فقط این قسمت بدون موژکش مهمه که باز اشتباه میکنه. اولا این ترشحات ضد میکروبی حتما میدونید که یک نواخ نیستن، سوال کنکور بوده، غیر یک نواختن. دوم این که تمام یاختای پوششی موژکدار نیست، مثلا موسین ترشح کننده ها موژکدار نیستن. حسنم درسته؟
نوع وجهای تنفسی که امکان تنظیم هوای ورودی خروجی میده، یعنی واپایش میگفتن تو کتابای قبلی، ناژک‌هاییست که عضروف ندارن. اون ورودی خروجیش علامت بذار، هم ورودی و هم خروجی، ناژک تو هر دو هم هستش. اما من یکی از مهمترین موارد رو روزنی دال میبینم. ببینید، وقتی که میگن در فلان جا تبادل گاز داریم، ما فقط در حبابک تبادل گاز داریم، سطح تنفس حبابکه. اما وقتی از واژه یاخته استفاده میکنه، همه یاخته های زنده تبادل گاز دارن دیگه، همشون دارن دیگه. یعنی گزنی دال شما میتونی یه هایلایت کنی قانون زیسته. اینا یه سری گزنایی هستن طراح استفاده میکنن، همیشه درسته، همه یاخته ها تبادل گاز دارن. میشه مورد 4. بریم سال بعدی. خب باز هم برگشتیم به سوالی در مورد بخش‌های غیر طبیعی، افزایش‌ها، کاهش‌ها و سوال چند موردی. باز هم یکی از بهترین سوالای مجموعه است. اولا گفته ویژگی مشترک همه انواع دیابت، ما بنویسیم بیمزه دیابت شیرین. ببینیم چیا هستن. ما دو نوع دیابت داریم دیگه، بیمزه و دیابت شیرین. نقاط مشترکش یکی این هست که تشنگیه. میتونه یه جور دیگه سوال بده، تحریک هیپوتالاموس. میزان آب ادرار زیاده، حجم ادرار در هر دو زیاده. اختلال در دستگاه درون ریز داری در هر دو، که اینجا همین گزینه دالش الان بزنم که درسته. یه چیز مهم، وقتی من میگم حجم ادرار زیاده، دو تا مکانیسم داریم. یه مکانیسم اینه که آقا تراوش آب زیاد شده، این تو دیابت شیرینه. چرا؟ برای که گلوکوز دفع شده، به دنبالش آب هم میکشه. اما وقتی که تو دیابت بیمزه میگیم حجم ادرار بیشتر شده، بخاطر تراوش نیست، چون هورمون ADH ضد ادراری کمه یا نیست، بازجذب آب کم شده و در نتیجه حجم ادرار رفته بالا. یعنی دو تا مکانیسم داریم برای افزایش حجم ادرار. یه مکانیسم تراوش بیشتر میشه، یه مکانیسم تو نمیتونی آبو بکشی. هر دو تو دیابت هستن اما مشترک نیستن. پس مورد الف مایع تراوش شده بیشتر میشه، فقط مال دیابت شیرینه. گلوکوز فقط مال دیابت شیرینه و بیماری وراثتی فقط مال دیابت شیرینه. یعنی فقط یک مورد میمونه، بسیار مهمه. و یه نکته دیگه هم من یادتون میدم اینجا که حتما اینم دقت داشته باشین، که ما گفتیم دو نوع دیابت داریم، دیابت شیرین، دیابت بیمزه. توی دیابت بیمزه اینم بنویسم که مزهش بیاد. دیابت بیمزه زمانی است که هورمون ADH کمه. دیابت شیرین زمانی است که یا انسولین کمه یا نه انسولین نرماله، حتی زیاده. یعنی تو دیابت بیمزه حتما شما پیک دوربردتون کم، اما در دیابت شیرین ممکن است پیک دوربردتون کم باشه. بریم سوال بعدی. خب بچه‌ها بریم به سراغ سوال 172. از آناتومی دریچه‌ها هست، از ترکیبی فصل 4 هست بین انسان و جانوران. ببینیم که چه سوالی اینجا مطرح هست. میگه درباره دریچه بین بطن راست و سخرگ ششی، دریچه سینی ششی رو داره اشاره میکنه. ما یه دریچه هم داریم بین میزنای مثانه که جلوی برگشت ادرار از مثانه و میزنای رو میگیره و حاصل چینخوردگی آفت پوش. خب حاصل چینخوردگی مخاط بود، مخاط هم پوششی داره. اصلا شما چین دریچتون، چین دریچه اولا بنداره نیستن، واضح باش به این بنداره نگی. این دریش ها هر دو آفته پوششی هست، پس الف درسته. جریان خوب سمت بالا هم که هستش در هر دو. اما دریچه منفذ قلب ملخ هنگام انقباض قلب ملخ بسته است و هنگام استراحت باز میشه، هنگام خروج پس باز نمیشه. چیم غلطه. و پایین ترین دریچه را اگر دریچه سه لختی حساب کنیم، اینا دریچه های دهلیزی بطنی هست،
و درشای دهلیز وقتی با درشای سینی با هم همزمان بسته نمیشن و گزینه دال هم گزینه نادرستی است. جواب میشه تعداد دو مورد. یه نکته خیلی مهم رو اینجا اشاره بکنم براتون که باز هم تعجب بکنید که تمام دریچه‌ای که اسپردیم، لان کبوتری، دریچه مربوط به انتهای میزنای و دریچه‌ای که تو قلب هستن، همشون پوششی و پیوندی هستن و حاصل چین خوردگی بافت پوششی هم. بریم سوال بعدی. خب بچه‌ها، سوال 170ش موقعیت آناتومیک و شکل مربوط به نشخوار کنندگان هست. بخش 4 سیرابی، بخش 2000 لا، 1 نگاری و 3 شیردان. ببینید، موضوع مهمی که وجود داره این هست که ما توی بخش 4 سیرابی که نکات خیلی زیادی ازش میدن، سیرابی بزرگترین قسمت معده است. ما در سیرابی ترشح آنزیم نداریم، ترشح مایه داریم. گفته بیشتر به حالت مایه در میاد. ما در سیرابی گوارش شیمیایی داریم، منتها گوارش شیمیایی فقط سلولوزه، یعنی نباید بگه انبا نوعی مولکول زیستی داریم. و از سوی دیگر به خاطر اون دیوارش و چین خوردگی ها گوارش مکانیکی و حرکات هم داریم. این نکات سیرابی. بدونی که تو سیرابی میکروبای داره سلولاز هستن. خب الان بیا به بخش 2، یعنی 1000 لا. خب دیوارش فرق میکنه. ببین دو تا قسمت دیوارش با قسمت دیگه متفاوته، نگاری و 1000 لا. دو تاش هم با بخش دیگه متفاوته، تو شکل نشون داده. بهش میگن دیواره لایه لایه. 1000 لا جذب آب داره، اما نه همه آب، برای اینکه مقداری از آب هم از روده جذب میشه. 1000 لا حجمو کم میکنه، بهش میگن کاهنده. سیرابی میگن افساینده. الف درسته، این هم که الان گفتم شکلشو. اما راجب سیرابی نکته بگم، شما غذایی که وارد 1000 لا میشه قطعا گوارش شیمیایی پیدا کرده دیگه، یعنی کامل جویده شده است. اما غذایی که وارد سیرابی میشه اگر بار اول باشه گوارش شیمیایی پیدا نکرده، تو دهان و بزاق رو ول کن، کتابتون نیست. اما اگر بار دوم باشه، بله. پس من می نویسم ممکن است گوارش شیمیایی یافته باشه. این گفته که برخلاف از غلطه، چون ممکنه باشه. و بارها گفتیم که شماره 4 سیرابی درسته که محل گوارشه، اما خودش آنزیم ترشح نمی کنه. نکن درسته که محل گوارشه، اما خودش آنزیم ترشح نمی کنه. این تایم اشاره کنم تو این استثنان. پس سیرابی بخشیست که توش گوارش داریم اما آنزیم ترشح نمی کنه. چینه‌دان ملخ بخشیست که آنزیم ترشح نمی کنه، اما آنزیم های دهان می ریزه، اونجا گوارش شیمیایی داریم. دو، و یه چیزم یادتون بدم، معده ملخ بخشیست که آنزیم ترشح می کنه، گوارش نداره، چون اونجا فقط جذب داره. بریم سوال بعدی. بریم به سوال دیگری از فصل 4 11 هم، جایی که میاد حرف میزنه راجع به هورمون ها و بخش های برون ریز و درون ریز. هورمون فصل خیلی مهمیه، ترکیب با بخش های دیگر کتابتون داره، خوب بخونید. هورمون رو میخونی، برگر زیسته دهم بخش های مرتبطش هم بخون. خب میگه غده ترشح کننده به ساختارهای واجد مجرا. یه چیز یادت میگم، آویزه گوشت کن، مجرا دادن یعنی غده برون ریز، یعنی برای درون ریز مجرا گفت خط بزن. و غده برون ریز سلول های ترشح کنندش فقط پوششی هست، مثل درون ریز نیست عصبی باشه. خب غده ای که برون ریزه نمیتونه هورمون بسازه، چرا نتونه پانکراس هم درون ریز داره هم برون ریز. ماده شیمیایی که از درون ریز به خون میریزه، همه میگن آقا هورمونه دیگه. نه، مگه این ماده دفعی نداره؟ مگه گاز دفعی CO2 هم نداره؟ خب اونم هست، خب اونا پیک نیستن. خب یاخته های دوربرد همشون جزء غده نیستن، میتونن یاخته های پراکنده باشن مثل کبد و کلیه. این راحت بود. اما اینجا یه چیزی داریم، مستقیما وارد خون غلطه. چه برای هورمون چه چیزهای دیگه، اینو حتما اول وارد مایع بین یاخته میشن. ببین ناقل عصبی میدونین که همون وارد مایع بین یاخته میشه که جزء همون فضای سناپسه. هورمون ها پیک های دور برد،
اول وارد مایه میشن بعد وارد خون میشن. یعنی شما چه پیک کوتاه بردتون یعنی ناحل و چه پیک دور بردتون هورمون اول وارد مایه میشه. نمیشه که اصلا واژه مستقیما وارد خون میشه اینجا غلط. اما یه نکته داریم، هر دو هم با صرف انرژی ساخته میشن و هم با صرف انرژی خارج میشن. چرا؟ برای اینکه هر دو به شیوه اگزوسیتوز و برونرانی خارج میشن. خب هر چهار تا غلط شد، بریم سوال بعدی. خب بریم به سراغ سوال دیگری از هورمون. سوال چند موردی، باز هم روی تارگت ها و اهداف داره تمرکز میکنه. خب ببینید، زمانی که میگه بر روی هماتوکریت مؤثره، حالا میتونه بگه بخش یاخته ای، چون هماتوکریت هم ماده گلوبول قرمزه. به این شما تأثیراتی که برای خوناب دارین، هورمون ADH میاد درصد پلاسما رو زیاد میکنه. درصد پلاسما زیاد بشه هماتوکریت میاد پایین. شما دستتو بگیر، یه دست درصد پلاسماست، یه درصد هماتوکریت، اینجوری بالانسه، یکی بره بالا اون یکی میاد پایین. ایتروپویتین هماتوکریت رو زیاد میکنه، ADH هماتوکریت رو کمتر میکنه. پس مورد الف میگه برخلاف کبد مؤثر نیست، غلط، هیپوتالاموس هورمون ADH رو میسازه میفرسته پسین ترشح میشه. خب این که اصلا هیپوتالاموس که بر سایر قدرت تیروئید هم همه جا تاثیر داره. خب تیروئید همه سلولا گیرنده داره. همانند هیپوفیز در تنظیم فعالیت سایر غدد دندانریز هم که نقش داره. هیپوتالاموس آزاد کننده مهار کننده روی هیپوفیز پیشی میریزه و هیپوفیز هم هورمونای محرک داره. منتها برای هیپوتالاموس نباید بگین هر هورمونش بر روی غدد درون ریز. چرا؟ برای اینکه اکسیتوسین و ایدیه چونجوری نیستن. برای هیپوفیز پیشین هم نمیتونید بگید هر هورمون بر روی غدد درون ریز، برای اینکه مثلا هورمون پرولاکتین و هورمون رشد بر روی سایر غدد مؤثر نیستن. پس اینم حتما داشته باش که نکته خیلی مهمیه. اما هورمون مؤثر بر انقباض مایچه صاف واسه اینجا یکیش میتونه اپینفرین باشه که برای افزایش فشار خون مایچه صاف رگا رو تنگ میکنه، و یکیش که باعث انقباض مایچه صاف میشه میتونه هورمون اکسیتوسین باشه، مایچه صاف غدد سینه یا رحم هنگام زایمان. اینجا یه چیزی هم یاد گرفتی؟ پس مایچه صاف میتونن بدون ناقل عصبی هم منقبض بشن، حتی میتونن با سعوده هم تحت تاثیر قرار بگیرن. هورمون ها نمیتونن باعث انقباض مایچه اسکلتی بشن، میتونن باعث انقباض مایچه صاف بشن. کدوم ها؟ اپینفرین وقتی فشار خون رو زیاد میکنه، رگا رو تنگ میکنه، و اکسیتوسین وقتی باعث خروج شیر میشه، باعث انقباض مایچه صاف دیواره رحم هنگام زایمان میشه. مواظب باش. یه نکته یادت بدم، خب اینو بزنیم، این برخلاف این گزینه دو شد. یه نکته هم میگم، این سوال رو بگذاریم، دقت کن، نده بهت که اپینفرین باعث کاهش طول سارکومر میشه. اینا سارکومر ندارن، طراح حواسش هست. شما تو مایچه صاف سارکومر نداری، مواظب باش نگه باعث کوتاه شدن سارکومر میشه. بریم سوال بعدی. خب بچه‌ها بریم به سراغ سوال 192. سوال باز ترکیبی کامل از فصول مختلف زیست، سوال بسیار جوندار باحال که اون آدرنالین مربوط به زیست رو توی یه نفر بره بالا. بیایم ببینیم چی میگه. تخریب غلاف میلین بدون شک MSه. MS یک بیماری اوتوایمیون و بیماری خودیمنی است و خودیمنی ها رو میدونین که کورتیزول زیاد مهار میکنن. این که کاملا درست بود. کلن نکته ای داریم، کورتیزول زیاد همه بیماری ها رو افزایش میده به جز MS و دیابت نوع یک. حتی یه نکته ای داریم، دیابت شما نوع یک باشه کورتیزول مهار میکنه، تو کنکورهای نظام قدیم بود. دیابت نوع دو باشه تشدیدش میکنه، چون قند خون میره بالا. خب وقتی که تخریب ریز پورز میگه یعنی سلیاک، خب پاراتیروید میاد جذب کلسیم بیشتر میکنه، بهش کمک میکنه. اصلا هم درسته، کلسیم این ربطی نداره، کلسیم رو تازه کم میکنه. اما یه نکته ای داریم، داسی شدن کیه؟ وقتی اکسیژن میاد پایین. آیا تیرویدی؟
در حقیقت باعث بهبودش میشه. نه، هورمونای تیرویدی وقتی که زیاد بشن متابولیسم رو افزایش میدن، مصرف اکسیژن رو بیشتر میکنه، یه حالتی مثل کاهش اکسیژن به وجود میاره. اینجوری بیماری کمخونی داستینشک بدتر میشه. یعنی فردی که، خوب دقت بکن، فردی که کمخونی داستینشک داره بدشانسیش میدونی کجاست؟ بیاد هیپرتیروید بشه، پرکاری تیروید بگیره، پرکاری تیروید ای اکسیژن رو مصرف میکنه، این ای داستینشک میشه، بیمارش وخیمتر میشه. خب این کاهش مقدار پروتئین و چربی یعنی دیابت دیگه، قند تموم شده رفته پروتئین چربی استفاده میکنه. خب گلوکاگون قند رو تازه بیشتر هم میکنه، بدترش میکنه. میشه دو مورد. بریم سال بعد. خب بچه‌ها یه سال چند موردی دیگر شکلی از فصل سوم یازدهم سوال راجع به مفصل هست. یک استخوان، شماره دو گزروف، شماره سه پرده سازنده مایع مفصلی است، بافت پیوندی، شماره چهار هم که کپسول مفصلی. چند تا نکته اول. شما تو مفصل دو تا توصیف دارید. یه توصیف بهش میگن نگه دارنده استخوان در مفاصل، میشه چی؟ میشه ربات، میشه زردپی، میشه کپسول مفصلی. یه واژه داری کاهنده استکاک، میشه چی؟ میشه گزروف مفصلی، همون شماره دو، و مایع مفصلی که توسط شماره سه ساخته میشه. این از این. اگه بهتون بگن آقا گیرندای وضعیت کجاست، شماره چند رو نشون میدی؟ چهار رو. این کپسوله یعنی وضعیت داره که انتهای دندریته. خب بیایم اینجا، میگه بخش دو برخلاف سه که الان گفتم غلطه، برای اینکه شماره سم با ساخت مایع مفصلی در کاهش اصطکاک نقش داره. شماره به طراح به چه چیز خوب اشاره کرده؟ مفصل گویکاسه‌ای نیستین. چطور میتونی مفصل گویکاسه‌ای باشه؟ مفصل لگن باران باشه، شانه باشه؟ نه، این مفصل لولاییه. پس برم هست کن. درسته این بخش درسته، اما این بخش اشتباه نوشته. میگه بین استخوان بازو و زنده زبرین، خب تا اینجا حالا درست، بخش یک برخلاف بخش سه با غضروف مفصلی تا هر دو تماس دارن دیگه. ببین یکم با غضروف در تماس سم. اگر بگه اینو بنویسیم، تماس با مایع مفصلی، شما میتونیم بزنیم پرده سازنده و علاوه غضروف. اگر بگه تماس با گزروف مفصلی، میتونی بزنی پرده سازنده، مایع مفصلی و خود استخوان. اینو حتما داشته باش. یه نکته هم بگم که ربات ها درسته که تو بیشتر بدانیده بعضی هاشون داخل مفصلن ها، بعضی هاشون خارجن، زرپه خارج میشن. پس این هم غلطه برخلافش. بخش دو همانند چهار، دو گزروف، شماره چهار کپسوله. درسته ماده زمینی که غیر مایع است، چون مایع فقط خونه و انواعی از رشته ها رو همه بافت پیوندی دارن و فقط میشه یک مورد. خب بچه‌ها تحلیل ما به پایان رسید. امیدوار هستم که آزمون های ماز بعدی پرنکته تر باشن، آموزشی تر باشن. تحلیل انجام میدید، اما حتما از سوالا به کتابم برگرد. هر جا شکلی دیدی، واژه‌ای دیدی، سطری دیدی، برگرد کتابتو ورق بزن، اون قسمت رو دوباره بخون. این روش بازیابیه. روش‌های مرور زیست با تسته. شما تست نزنی هی کتابو بخونی نتیجه نمیگیری، تست بزنی کتابو نخونی بازم نتیجه نمیگیری. دوتا مکمل همن. یک تعادل بین اینا به وجود بیار، حتما موفق میشی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا تحلیل‌های بعد و از همکاران خوب ماست که سوالای به این خوبی رو دارن طراحی میکنن کنار ما، واقعا تشکر لازم رو دارم. موفق و شاد و در پناه حق باشید.